سلام خداوند بخشنده و مهربان عرض سلام دارم خدمت تک تک شما مخاطبین صفحه فیسبوک ما و همچنان بیننده های تلویزیون آریانا ان که هر کجایی هستین صحت و سلامت باشین وقت تمام شما عزیزان بخیر و خدا کنه که ماه مبارک رمضان البته روزهای ماه مبارک رمضان تا این دم به خیلی خوبی خوشی سپری کرده باشین در خدمت شما عزیزان هستیم امروز همکار خیلی خوبم سینتا جان کم ساعتش خوب نبود و میخاطر ما در خدمت شما هستم با مهمان عزیزی که امروز دعوت کردیم و صحبت می داشته باشیم با مهمان ما دکتر صاحب جاوید با ما هستن و روی موضوعی که میخوایم صحبت داشته باشیم سردردی هست بعضی از دوستا سردرد میشن که علت سردردی چی میتونه باشه و اصلا خود سردردی چی هست از دکتر صاحب خواهد شنیدیم پس ما هم با ما همراه باشین سلام با شما دکتر صاحب خیلی خوش آمدین وقتتان بخیر تشکر فراوان گیتا جان ما هم با نوبه خود سلام و احترامات سیمانه خود به همه عزیزایی که بیننده برنامه ما شما هستند و به دوستای بخش تخنیک تان تقدیم میکنم و خوشحال هستم که باز هم در خدمت شما قرار دارم در خدمت دوستای عزیز ما قرار دارم و خدا کنه با معلوماتی که ارائه میکنیم بتانیم از دردهای دوستای ما تا حد بکاهیم و ان شاء الله در خدمت هستم تشکر زنده باشین شما تماس ما هست شما ایزان میتونین تماس بگیرین و همچنان در صفحه فیسبوک ما میتونین کامنت هم ارسال کنین و ما سوالات که شما البته ارسال میکنین بر ما حتما از دکتر صاحب مطرح کنیم و دیدگاه با ما شریک بسازین خب دکتر صاحب قبل از اینکه البته طرف کامنت ها بریم یا هم تماس بریم خوب است که یک تعریف داشته باشیم از سردردی که این بحث واضحتر شود بر تمام دوستان که خود سردردی اصلا چی هست بله خوب در واقع سردردی یکی از ده مورد هست که باعث میشه افراد به شفاخانه ها،, ها و معاینه خانه ها و حتی به درملتون ها سر بزنه یعنی یکی از عوامل خیلی ها شایع در جامعه بشری است و قسمی که از نام شوایدا عبارت از احساس درد در قسمت سر و همچنان در قسمت هایی که در مجاورت به سر قرار داره و این عموما توسط مواردی که ما او را به نام آخزه یا رسپتور یاد میکنیم حس میشه و همون این آخزه ها در قسمت جمجمه ها بگیم یا سوغان استر. سر که روی زیر یک لایه پوشانده که بنام پیدوستی یاد میشه در این قسمت بعض آخزه ها قرار داره بعض آخزه ها هست که لایه هایی که مغز پوشانده و بنام مینین یاد میشه و نار در اونا موجود است و در قسمت گردن و برخی مورد دیگه که توسط اینا حس میشه و البته یک دو مورد با دوست باید, باید بگیم مم. که خود مغز امی آخزه ها را نداره ولی اینا بعدا پتوی های یا مسیح های مشخص هست که باعث میشه درد به مغز انتقال کنه و سر حساس شود و این در واقع همه تانه به صورت یک مرض باشه یعنی خودش میتونه که انفرادی یک مرض باشه و همچنان ممکن است که نوشی از بعض امراض دیگه در سیر بعض امراض دیگه به نحو ارس تبارز کنه و با دقیقا عوامل زیر خیلی ها زیاد گفته در این مورد مشخصا ذکر نکده کتاب ها که به چی تعداد عوامل داره و به چی, از اندازه تعداد سردردی هاست ولی در یک کتاب ما مطالعه کردم که گفتن تا حدود 400 نوه سردردی وجود داره و خب دکتر صاحب شما گفتین 400 سردردی وجود داره اما سردردی هایی که بیشتر عام است و زیادتر مردم دوچارش میشن اونا رو میشه شما نام بگیرین که کدام ها است آها خوب یک اتحادی است که به نام انترنشنال هیدک سوسایتی یاد میشه یا انجمن بین المللی سردردی اینا خود همی سردردی ها را در عموم تصنیف بندی کردن بله ایره دا عموم قدم اول با دو بخش تقسیم کردن که یک بخش به حساب سردردی های اولیه یا پرایمری نام نامگذاری کردن که دای بخش بعض سردردی ها شامل میشه مثل سردردی تنشان تایپ دک یا سردردی نو تنیشی سردردی نو مگرینی سردردی نو خوشایی و همچنان بعض در سردردی های دیگه است که به نام ترجمینال اوتونومیک سیفالیدیا های دکتر شما صحبت هایتون فراموش نشه که بس ما در کجا بود تماس داریم تماس دوست ما قطع نشه تماس وصل میسازیم ولی سلام علیکم

نافهمیده نه لطفا مگر دوستا پرسی برای ما واضح بگیید. بسیار خب دکتر سوال داری؟ برادر شما سنتان چند سال است؟ 25 25 هست و بعض فاکتورهایی هست که شما متوجه شده باشین که در پهلوی ازو فاکتورها باعث شود که شما سردردی براتون پیدا شود مثلا در اوقات جگرخونی در اوقات مثلا که شما کار بسیار بکنین همچون مسائل یعنی کدام مورد متوجه شدین که باعث شود باید به سردردی تون بایساب تور بخوره یا شروع شوه از تا و درد میگیره و کدام قسمت سرتان می میباشه عموما در تمام سرتان است یا یک قسمت مشخص سرتان او قسمت کمی میشد صدایشون رو بلندتر داشته خب خب همکارای ما اگر صدای دوست ما بلندتر بسازم؟ پیشانی ما زیاد درد میگیره پیشانی ما میگن دکتر پیشانی تون در پهلوی ازی که پیشانی تون درد میگیره بعض اوقات از طرف شب به انسداد بینی یعنی بندش بینی براتون همچون مسائل پیش میاد نه خیر نه و در وقت رکوع و در وقت سجده دهی حالت ها به درد سردردی تون پیدا میشه <تصفح> خیلی فقط نمی ساعت اشت دلانو در در بجی روز نمی وقت دارم بات می در پایلویش به حساب بعضی مشکلاتی که مثلا از قبیل استفراغ باشه دل بدی همچون موارد پیدا میشه برای یا نه؟ نه 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 او کدام آلات پیش نه نه ما سرم تانا درسته در برالاوی سردادی شما برادر چی مشکل دیگه دارین؟ دیگه مشکل ندارم این سردرد زیاد است مشکلات در تمرکزتان مشکلات در حافظه مشکلات در خلطنگی دلتنگی از این مشکلات دارن؟ نه خیر نه خیر نه از دیگه خانی مشکلات ها ندارد خواه برادر در لابلای برنامه بس سوالتان پاسخ میدیم تشکر از شما لقتان خوش خدا بسلام خوب انشاالله در لابلای برنامه چون باز سردردی ها رو ما شما بحث میکنیم رویش دوست ما هم انشالا جوابشان رو به دست میارن خوب در قدم بعدی قسم که گفتیم سردردی ها قسم ساده سردردی های اولیه بودن و بعد از او سردردی ها هستن که اونا رو به نام سردردی های سانویه یا سردردی های سکندری یاد میکنن که دی سردردی ها عموما با خودش باز بنوبه با خود یا با کاتگوریهای های مختلف تقسیم شدن مثلا سردی هایی هست که مربوط به خود مغز هست بله. سردی های هست که مثلا با ساختمان هایی که در مجاورت به مغز ما شما قرار داره و در مجاورت با سیستم عصبی ما شما قرار داره و سردی هست که مثلا با عموم در با امراض سیستمی که در بر میگیرن مثلا در سیست بخش اول که گفتیم در قسمت مغز ما شما بعضی سردردی باز بازی خودشان به با نوبه خود باز با کاتگوری فرعی دیگه را داره مثلا سردردی هایی هست که ناشی از عروق مغز می باشه که هرگاه اگر یک رگ مغز عروقی هم و های مغز میگن رگ مغز اگر بندش پیدا کنه میشه که سرددی پیدا شوه اگر کفیدگی پیدا کنه یک قسمتش که بعضا سوی تشکلات یا مال ها ما میگین برش نوشی از او ترقیدگی پیدا میکنه و باعث میشه که اون مو هم سردردی ایجاد کنه یا ای که نه بندش پیدا میکنه و نه اینکه که مسئله میکفه خود از زمین رک مغز یک تورم یک پوندیدگی یک التهابی میشه نه. که اونو خودش به نوبه خود باز میتونه سردردی را پیدا کنه در پولی از او بعض سردردی های دیگه هست که مربوط رگای مغز نمی مربوط به خود نسل نسج مغز میشه که ایر عموما در ای بخش ما یک موارد داریم به نام سپیس اوکوپنگ لیژنس یا توده های فراگیر دماغی احنا. یا به اصطلاح ما شما عبارت از مواردی که باعث میشه که در مغز یک جای احتوا کنه که مثلا یک کتلی توموری باشه یا کتله که مثلا کیست میگه ما برش احنا. یا مثلا یک کتله که مثلا آبسن هم داره همچون موارد میتونه سردردی به وجود بیاره برالاوه از برالاوی ازی بعض دمی خود مغز ما شما توسط بعض لایه ها یا بعض پرده ها پوشانده شده زمانی که می پرده ها به حساب میکروبی میشن اینا خودش هم سرددیره را پیدا میکنه و همچنان در خود مغز ما شما و در سیستم عصبی مرکزی ما شما یک ماهی جریان داره که ما با نام سی اس اف یا سربرو اسپاینال فلود یاد میکنیم این سی اس اف باعث اگر هر دگه امی مقدار فشار ازی بلند میره هم سرددی به ایجاد میکنه و زمانی که پایین میشه هم سرددی ایجاد میکنه خوب گذاشته از مغز ساختمان هایی که مثلا در مجاورت مغز قرار داره مثلا اگر از چشم شروع کنیم خودم چشم هر به حساب تهوبت یک مورد هست که جا هر جوفه که بسته هست اونو یک فشار داره ده. خود کره چشم ما شما هم یک فشار داره زمانی که فشار ازی مثلا زیاد میشه یک مرض از به نام گلوکوم گلوکوم چشم اونو میتونه که سر با به وجود بیاره یا گذشته چشم مشکلات بینی هست که در اینجا عموما مشکلات سینوزیت که میگن که به عنوان ما به حساب در, در قسمت مجاورت بینی ما شما در اینجا استخوان هایی که هست اینا خودش خالیگاه های کوچک کوچک می داشته باشه یه خود خالیگاه ها زمان بزن یا میکروبی میشه یعنی خودش سردردی به وجود میاره و همچنان مشکلاتی که در دندان ها حتی میتونه سردردی به وجود بیاره و مشکلات مثلا در قسمت گوش که مشکلاتی که در گوش از برالاوی سرچرخی و مشکلات برنگس گوش و دیگه موارد میتونه که در پولیش یک سردردی به یک عرز هم تبارز کنه همین قسم مشکلات در قسمت گردن ما شما مهره های گردن ما شما مثلا آرتروز سیرویکال آرتروز یا آرتروز رقبی یک مرض هست که هم سردردی ایجاد میکنه خوب گذاشته از یا من بعضا امراض سیستمیک مثلا فشار خون زمانی که بلند میره هم میتونه سردردی ایجاد کنه و پایین که میایه هم سردردی ایجاد میکنه حتی کم خونی سردردی ایجاد میکنه زمانی که یک کس با گاز کاربن مونوکساید تسمم پیدا میکنه باعث میشه که سرددی پیشش پیدا شوه شکر خون زمانی که پایین می سرددی ایجاد میکنه خوب یک کاتگوری سومش بود و در کاتگوری چهارم از عوامل متفرقه را شامل کرد مثلا بعض ترامه ها یا حتی ان استفاده از بعض ادویه ها همچو موارد هست همش میتونه که سردردی به وجود بیاره بسیار خوب این که در زمانی که شخصی فشار بالا می داشته باشه و سردرد میشه چه راههایی را دکتر سای پیشنهاد میکنن بر اونا که باید از کدام راه ها استفاده کنن تا دچار سردردی نشن و اگر دچار سردردی میشن باید چه کارهایی انجام بدن تا زودتر خوب شون و همچنان کسایی که شما البته اشاره داشتین برش بعدا روی موضوع میایم اما خوب است که چند کامنت هم به بگیریم البته دوستای ما کامنت زیاد فرستادن بانو جمیله نورستانی پایین فرستادن گفتن سلام بر شما گیتا جان و مهمان برنامه دکتر صاحب ممنون از برنامه ایتان تشکر سلامت باشین خب تماس داریم تماس ما نشمیم سراغ تماس بله سلام علیکم بله بله صدای ما رو بشنوید بله صدای شما رو دارم میشنوید شما سلام علیکم خوب هستین بخیر شکر، زنده در واقع خوب است خوب خوب هستین؟ تشکر بفرمین سوالتان برادر عزیز یه سوال داشتم در باره سردردی <سلام علیکم> بیادر سن سال 16 است و همیچه سرش درد نکنه دیگه دو دفعه طول موتر در سرش بازه دیگه پیش دکتر هم بردی مثل دیگه دیگه دوا داد دیگه پایده نرسید دیگه برش دیگه همیشه سرش درد میکنه دیگه شو هم که قو میکنه سرش شو درد میکنه سرم میگه سرم و سرم روز هم که دکار میره میگه سرم اگه دکتر سای داگ بگم کدام نظر خوب داره که میشن بسیار خوب دکتر چون شما سوال نداریم؟ خب ما هم به سلام خدا به برادر عزیز ما تقدیم میکنم دیگه برادر از یا قسمه که اینا ذکر کردن که اینا با تعقیب یک تراوما یا یک ضربه یا سردردی پیدا کردن طبعا در همچون موارد یا سردردی ایجاد میشه و اینا نیاز دارند که بعضی ماینات اینا نزدشان انجام شوه و مریضشان از نزدیک بررسی شوه بعد سوال های هست که من مثلا دو دوست قبلی ما پرسیدم اونا از برادرشان پرسیده شوه نظر به او انشالله که تشخیص قطعی میشه و دوای لازمه برشان شروع میشه انشالله دکتر صاحب فکر کنم برادر ما گفتن که به سر برادرشان دوباره می تولبکس موتر بله. خورده فکر میکنم که شاید علت شمی بله بله, بله اونم هست به خاطر بررسی که چی عوارض را میتونه در مغز ایجاد کرده باشه به خاطر از نیاز به بعضی ماینات هست یعنی باید عکس گرفته شود تصویر برداری هست که باید گرفته شوند نظر بازو باز تشخیص گذاشته میشه که چی مورد هست بسیار خوب اگر دوست ما بیننده هستن انوز هم باز میتونن که پیش دکتر صاحب مراجعه کنن به خاطر که اونو فکر میکنن از راه دور سنگ زده بدن کارای میگن و شما پیش دکتر صاحب مراجعه کنین تا بیشتر رو تشخیص بدن از طریق عکس برداری اونا که خدای نخواسته البته کدام موضوع جدی نباشه باز شما میتونین از طریق حتما پیش دکتر صاحب مراجعه کنین خب میریم سراغ کامنت بعدی و مسوجانم پیام فرستادن گفتن سلام محمد ابراهیمم گفتن سلام به شما شفی جانم گفته های خب تشکر سلام به شما هم و همچنان فهم جانم گفتن سلام روزتان بخیر روزه و نمازتان هم قبول باشد تشکر زنده باشین از شما همچنان سبیم جانم گفتن سلام به شما و دکتر سیب تشکر زنده باشین و دوست بعدی گفتن سلام به شما از مزار شریف سلام ما رو پذیرا باشین و همچنان دوست بعدی گفتن سلام روزتان بخیر روزه و نمازتان قبول باشد تشکر زنده باشین محمد ابراهیم جانم گفتن سلام علیکم جناب و دکتر سیب یک سوال دارم وقتی از خواب بیدار میشم خیلی سردرد میبوشم تشکر از شما سلام ما هم پذیرا باشن الله دکتر صاحب میشه بر دوست ما بگن بله. بگین که این چی است که دوست ما زمان که از خواب بیدار میشن سردرد میشه. میشن بله خوب در قدم اول با دوست عزیز ما شفا میخوایم و من در سردردی ها که هست یکی از موارد تشخیصی سردردی ها امی تایمش میشه یا هم وقتش است که زمان یعنی زمانی که سردردی شروع میشه هر سردردی که از طرف صبح شروع میشه و این نحوه شدت رو با افزایش باشه و یایی که دفعات از رو بفزایش باشه و در پولوی از او اگر دوست ما متوجه هستن اگر در پولوی بعض مشکلات که از قبیل استفراغ و سرگیچی و همچون مسائل دارن اینا خوب است که اینا ممکن است که بعض مشکلات جدی تر البته نگران نشن ولی باز هم نیاز به ای است که اینا هم نیاز به عکس برداری و بعض ماینات دارن که ندشان انجام شود و تا موضوعشون دقیقا تشخیص شود بسیار خوب دوست بعدی من پیام فرستادن گفتن که سلام عليكم روزتان بخیر و و نمازتون قبول باشه بازم تشکر از شما از شما همچنان قبول باشه و سید جان پیام فرستادن گفتن سلام به هر دوی شما بزرگواران همیشه سردرد هستم در این حال خیلی گنگ هم میشم چشمایم نیز درد میکنه هر چقدر بخوابم بازم احساس میکنم که خواب هستم تشکر از شما خب دکتر سید میشه علت دیده برام بله این دوست ما شما با دو نقطه اشاره کرده بود یکی خویی که گفتن که زمانی که فکر کنم درس میخوانن دکتر سید گفتن همیشه سردرد هستن در این در حال آه. گنگ هستن و همچنان چشمایشون هم درد, درد میکنه و با که خواب هم میکنن فکر میکنن بلده. که انوز هم خواب یعنی پیش از این دوست ما دو مورد برالاوی سرداری دو مورد دیگه پیششان دیده میشه که یکی امی که به حساب پرخواه یعنی خواب ام. زیاد دارن و دیگه که درد چشم دارن پرخوابی یکی از عوامل هست که میتونه در ناشی از مشکلات روانی که عامترینش امی دپریشن یا افسردگی هست باشه که ناشی از افسردگی و مشکلات روانی هم سردردی ایجاد میشه که در مواغاز برنامه ما قسمی که ذکر کردم که نام تنشن تایپ هدک یاد میشه که میتونه سردیشان ناشی از امی تنشن تایپ هدک باشه و ای که گفتن که در چشمایشان هم در داره ای قسمی که باز هم گفتم که در سردردی هست که در ناشی از مشکلات چشم با وجود نه این دوست ما دو و کار باید انجام بده در قدم اول که باید نزد یکی از متخصین چشم مراجعه کنند و در قدم دوم هم پیش یکی از متخصصین عقلی عصبی ان که تدویشون مشخص میشه و تدوی بسیار خوب با نون نورسانی هم گفتن که انواع سردردی چه نوع سردردی های نگران کننده و راه های درمان آن چی است یعنی چند سوال یک جمع مطرح کردن ان که ما تمام اینا رو پاسخ خود دادیم که انواع سردردی رو البته دکتر صاحب بر شما گفتن که ما چند نوع سردردی داریم و اینکه کدامش نگران کننده می باشه دکتر صاحب میشه بگین و راه درمانش که چی هست باز آخر در کل باز خاط گفتیم که راه درمانش میتونه باشه خوب در قدم اول باید شوه مشخص شو که همی سردردی که نزمشیری ما هست از کدام نوعه هستک و عموما البته بعد از این که تشخیص شد با مشخص میشه که کدامش به حساب عواقب خراب داره پروگنوز یا انظار خراب تر داره ولی یک مورد که خیلی کلیدی یا کلینیکی یا خیلی مهمه که باید با دوستا عرض کنم که هرگاه اینا سردردی را تجربه میکنن که با او شدت میباشه به او شدت زیاده که اولین بار در زندگی خود تجربه میکنن در این تو مورد میتونه که نگران کنن. یک مورد هرگاه اینا سردردی داره که همراهش دفتن شخی گردن پیدا میشه سردردی شدیدی که همراه با شخی گردن است این میتونه نگران کننده باشه هرگاه یا سردردی داشته باشند که اگر از طرف صبح زمانی که بیدار میشن و شدیدا سردرد میشن و استفراغات و دلبدی و بعضی مسائل دیگه که ممکن است داشته باشه و ممکن است نداشته باشه همین که تنها از طرف صبح بیدار میشن اینی خودش و سردردی شدید بر برشان آید باشه. این خود از این میتونه یک علامه نگران کننده باشه و غیر از این سردردی که مثلا هرگاه سردردی که همراه با شدید و باز هم استفراقات دل بدی داشته باشه این حسر دادی هم میتونه نگران کننده باشه و خب نا... در رابطه با راه درمانش که چگونه میتونیم درمان کنیم بعدا خود گفتیم و سمیم جان هم گفتن که چگونه از درد سردردی جلو گیری نماییم خوب سردردی در واقع امی تمام امراض جسمانی که جسمانی که مثلا ما شما میشناسیم اینا هم میتونه تا حد تاثیرگذار باشه به با اینکه به اگر ازش سردردی باشه به این خوب است که ما شما در عموم به خاطر صحت و سلامتی عمومی اوضیات ما شما فکر داشته باشیم که به خاطر جلوگیری از همین سردردی و مشکلات دیگه خوب این است که رژیم غذایی مناسب داشته باشیم خواب منظم داشته باشیم در پهلوش فعالیت فیزیکی خوب ورزش و همچون مسائل و همچنان استفاده منظم و زیاد از آب اینی مسائل کمک میکنه که عموم صحت تن ما شما سالم بونه و از زمان که تن سالم باشه خود طبعا سردردی هم موجود نمی باشه دوست بعدی هم گفتن سلام احترامات خدمت شما محترم ها و تمام حاضرین محترم تشکر سلام بر شما هم و بکتاشون هم گفتن سلام خون من کم است و بعضی وقت ها یک طرف سرم درد میکنه علتش چی است بله. خوب انیمی یا کمخونی که ما او را به نام انیمی ها یاد میکنیم این هم چون خون که به حساب یک ماهی هست که اکسیژن انتقال میده زمانی که خون کم شد زمانی که به حساب کم شد به این معنی است که هموگلوبین کم است و به این اکسیژن به مغز از به نحو درست انتقال پیدا نمیکنه که خود از این کمخونی خونی خودش باعث شده که نظم امشری ما سردردی به وجود پس اینا هم کم خونی شونه تداوی بکنن ان که گزنده می یا ریهای پیدا می <applause> بسیار خوب دوست بعدی ما گفتن که علی جان البته گفتن سلام بر شما و دکتر صاحب محترم و گوینده موفق برنامه رمز زندگی به نظرم سونیتا جان امروز به برنامه نیست و یک سلام به سونیتا هم تقدیم میکنم کنم گفتن هم کار همیشه گیش ما هستم و از استرالیا البته پیام گذاشته بودم تشکر از شما بله دوست عزیز امروز سونیتا جان کم ساعتشان خوب نبود نتم که به برنامه حاضر شه به خاطر ما در خدمت شما عزیزان هستم و کوشش می تا جایی هم که امکان داشته باشه کامنت های شما رو به بگیرم و همچنان سوالات داره که شما البته از دکتر صاحب مطرح میکنین بپرسم تا پاسختان حتما بگید باز شما تماس ما هم در خدمت شما هست که شما میتونین عزیزان تماس بگین و سوالاتتان رو بپرسین و همچنان دوست بعدیمون گفتن سلام خوب هستین دو تا خوب تشکر زنده باشین هر دیما خوب هستین خب و سید عبدالله عالمی هم گفتن سلام دکتر صاحب قف پایم بسیار گرم میاید علت <تصفح> میتونه باشه؟ آیا میتونه باشه؟ خوب گرم آمدن قف پای هم میتونه عوامل متعدد داشته باشه هرچند موضوع بحث برنامه امروزی ما نیست ولی باز هم دوست ما متوجه باشن یکی از مواردی که مثلا میتونه باعث گرم شدن پاها و مرض به نام دیابت یا مرض شکر چونده مرض رشته های عصبی محیطی تا حد تخریب میشن و ناشی از تخریب عزیز بعضا سوزنک زدن کرختی و همچنان دوست ما که گفتن داغ آمدن پا بهشان محسوس میشه و در پالوی از او بعض کمبود بعض از ویتامین ها که مثلا ویتامین دی دوازار هم میتونیم دایی ذکر کنیم میشه که ناشی از کمبود از او همچنین یک مشکل پیش, پیش آمده بیایه و همچنان هایپرلیپیدمیا یا ازدیاد چربی خون و عوامل مختلف دیگه هست که باعث میشه که همچون این مشکلات پیششان تبارز کنه دیگه این برادر هم نیاز به بعض بررسی ها و معاینات داره و انشاءالله که بعد از او تشخیص میشن طبعا <applause> و گیتا جان یک مورد ما به با دوستان باید دسرمه. خاطر نشان بسازم که تبابت در واقع تنها به تاریخچه گرفتن و تنها به اعراض وابسته نیست چیزی که مثلا در تبابت خیلی ارزش داره ماینات کلینیکی و ماینات لابراتوری،, مایناتی لابراتوری و بعضی ماینات پیشرفته که هست اونا خیلی کارگر واقع میشه طبعا دوستان ما ما هدف از برنامه ما دا اینجا ای است که یک معلومات برشان داده بتونیم یک سر نخ برشان بتیم تا اونا بعدا باز مراجعه کنن نزد دوستایی که متخصصینی که لازم است یعنی توقع داشته باشن که ما همه چیز از طریق سوشل بله میدیا دور تداوی کنیم چون یه تو موارد میشه که بعضا اختلاطات یا بعضی مشکلات جدی تر تبارز کنن بله بعضی از سردردی ها است که یعنی شاید با یگان دوا امکان خوب شدنش باشه یگان راه حل را که شما دکتر صاحب پیشنهاد میکنید میکنیم امکان خوب شدنش باشه اما بعضی از سردردی هایی که چند لحظه قبل البته دوست ما تماس گرفته بودن که برادرشون فکر میکنم سردرد بود و امو... فکر میکنم کدام قسمت متحرک رو یادم رفت <applause> به سرشان خورده بود خب علتش همون بود فکر میکنم و باید حتما پیش دکتر سایبا مراجعه کنند تا دقیق تر مشخص شود که علتش چی میتونه باشه بعضی از سرداری ها این گونه هست که باید حتما پیش دکتر سایبا مراجعه کنیم و نباید تا قدر سطحی هم بگیریم بعضی از دوستای ما هستن دکتر سایب بسیار سرداری سطحی فکر میکنن میگن که خب یک سر یک دوام میخورم خوب میشم و چه قدر دوستای ما که باور هستن که یک چیز عادی هست میتونه درست باشه خوب اول ای که سردری در قسمی که گفتیم که میشه خودش یک عرض باشه <تصفح> یعنی یک مشکل هست که نوشی از یک مرض هستک <تصفح> در قدم اول باید کوشیده شوه که امو منشه که منشه مرض یا منشه درد از یا مشخص شوه <تصفح> و زمانی که ما اگر دوام بعض دوستا هستن ولی قرار گفته شما که اون سردرد درد میشن یک تابلت میخورن و اینی پروسه سالهای سال ادامه پیدا میکنه این خیلی بعض اوقات میتونه که خیلی خطرناک باشد چون اینا عمود عرض گم میکنن ولی مرض همچنان به با جایشان باقی میمونه. با این صورت از زمین لحاظ جهت ما باز هم اصرار میکنم که هر دردی که هست باید سطحی گرفته نشه دوستای ما باید او را جدی بگیرن و نزد متخصصین مربوطه مراجعه کنن و پهو شکل بایصحاب با تدویبه پردوزن نه کې مثلا هر بار سر درد شاون و یا تابلت استفاده کنه و یک مورد راستی که خوب است که ذکر کنم است که دواهای زده درد هم میتونه بعض اوقات خیلی مشکل ساز تمام شوه مثلا بعض دواها هستند که مستقیما روی سیستم بر روی سیستم هاضمه ما شما شما خصوصا معده تا سیرات سورا وارد میکنه میتونه که زخم های میده به وجود بیاره میتونه گرده های ما شما را از فعالیت برد میتونه حتی امکانات ریسرچ ها یا تحقیقات نشون داده که بعض دواهای درد امکان زیر دارن که مثلا فشار خون ما شما را بلند ببره و حتی مشکلات قلبی را نزد ما شما بباریره با یک مورد است و مورد دیگه است که بعض تابلت های دوایی دواها هست که جنبه ایتیادواری داره مثلا زمانی که دوست ما سرشان درد میکنه یا پایشان درد میکنه میرن مستقیم دوا را میگیرن اونو دوا هر بار که میخورن دردشون تسکین میشه ولی بالاخره اونمو وابسته به مو دوا میشن که اونمو وابستگی باعث میشه که مقدار زوره با دفعات بعدی بلند ببرن و هټبا باسمه کې به ماده متات شون یعنی استفادې تداوي خودسرانه متاسفانه چونیه اوقبه بعد هم دقبول داره بله پس دوستان عزیز کوشش کنین که شما ایزان هم از دواهای سرانه استفاده نکنین تا خدای نخواسته شما به این مشکل که البته دکتر سبی بشاره داشتن دوچار نشین محمد جان هم پیام فرستادن گفتن سلام روز بخیر واقعا موضوعتان عالی و عمومی هست که هر شخص با آن گرفتار می شود امیدوارم این برنامه تان هم مثل بقیه برنامه های تان زیبا و موثر تمام شود و تشکر فراوان از رسانه محبوب کشورم افتخار ما هستین تشکر زنده باشین برادر عزیز و همچنان دوست بدیم هم گفتن سلام پای درد دارم چی میشه کنم فکر میکنم من موضوع دوست بیشتر ما بودن اونا پایشون گرم میشد اینا پای درد دارن آها اصلا اینا... دکتر صاحب می این سوال بپرسم که می سردردی رفت میتون داشته باشه با پای دردی یا پای دردی رفت میتونه داشته باشه با سردردی یا خیر ولی در عموم خب از امراض سیستمیک هست که مثلا در عموم میتونه چندین عضو ما شما را به درد بیاره امه. مثلا یکی از نوع یک مرض از به نام جنسل اترائتس. جنسل یا جنسل آتریتیس میگن که دیگه امی رگی که دیگه قسمت ما شما وجود داره قرار داره این امی التهابی میشه زمانی که التهابی شد این شخص برالوی که سرددی دیمه داشته باشه یک درد به حساب عمومی ازالات درد عمومی عضلات در قسمت های مختلف خود عضلاتشان مثلا درد می داشته باشه احساس کسالت و خستگی می داشته باشه و همچنین موارد میشه که ممکن است که همزمان سردردی هم موجود باشه و مفصلا و عضلاتشان هم درد بکنه ولی که مشخصا مثلا یک قسمت پایشان مشخص درد بکنه و مشخص باز اونجا سرشان هم درد کنه و نظر ما یک لینک یا ارتباط متاسفانه وجود نداره بسیار خوب خب علی جان سیار هم پیام فرستادن گفتن سلام به خواهر گلم و مهمانتان علی سیار هستم از میدان هوایی او اکثر اوقات سرم زیاد درد میکنه به خصوص وقتی که درس میخوانم سر درد میشم به خاطر جلوگیری از این وضعیت چه کنم تشکر تشکر از شما سلام ما رو پذیرا باشین به با دوست ما باز هم سلام تقدیم میکنم اینا گفتن که زمان مطالعه سرشان درد می بله. اینا بیشتر پیش از یا احتمال این سردردی از, از یا میتونه ناشی از مشکلات چشم باشن دیگه اینا هم خوبی است که نزد متخصص چشم مراجعه کنن آها <سؤال> <rac diferentes> و بانو جمیله نورستانی گفتن که باز هم سوالشون را تکرار البته کردند کردن بر ما فرستادن گفتن انواع سردردی چه های نگران کننده هستن فکر میکنم که بانو نورستانی ام ام ما جواب دادیم دکتر صاحب البته پاسخ داد به سوال شما گفتن که لطفا جواب بدین خب و دوست بعدی ما گفتن من در ماه رمضان البته گفتن زیاد سردرد میشم چرا علت چیست لطفا میشه معلومات بدین فکر میکنم گشنگی سرشون <تص> 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 <میکنم> یکی از مواردی که میشه سردردی به وجود بیاره اینه کاهش قند خون یا گلوکوز خون که او ما به نام هایپوگلایسیمیا یاد میکنیم اوستک که اینا گفته شما مو دلیلشان خواهش دلیلشان گشنگی است که چیز گشنگی قصبی قندشان پایین میه و برشان سردردی پیدا میشه و اینا انشاءالله نیاز, نیاز نیست که نگران باشن بعد از افتار حتما سردردیشان رفع میشه ها بسیار خوب و بعد دوست بعدیم هم گفتن که من چند سال است که یک درد بسیار شدید در نوک پلک های البته این مجایشان نگفته دارم یا میتونه در نوک نوک نگفتن که سردردی باشه یا اون خود جایشون البته شاید اساسی چشمایش باشه خوب یکی خوب مثلا بعض قسمت به نظر ما یک موضوع نسبتا عجیب هست چون مینا گفتن که پلکشان یا مژیشان گفته شما مژه درد بکنه یا که مثلا ریش آدم درد بکنه حتی یک مورد نسبتا نادر است ما چون با چن یک واقعی رو بر نخوردیم ولی یک مورد مورد که مثلا تناب می چشم وابسته است یک نو سردردی ندارم ما داریم به نام سردردی کلاستر یا سردردی خوشی. که او یک قسمه یک دمی قسم چشم شخص و قسمت های معقبی چشم و قسمت های نسبتا بالاتر یا سوپرا اوربیت که این قسمت شامل میشه قسمت های خلفی چشم این قسمت ها شدیدا درد میگیره و یک طرف سر یک طرف سرشان میباشه و عموما زمانی که سردردی واقع میشه پالی از این چشمایشان سرخ میشه و چشمایشان او می ریز ریزی برشان پیدا میشه و همچنان امو طرف سرشان که هست اگر ای طرف سر باشه می قسمت بینی و بینیشان اون قسمت یک به حساب بندشان پیدا میکنه و بعض اوقات آبریزی او پیدا میکنه و بر و در اصلا اگر ما حدقه های چشم مریضه ببینیم بی میشه که خرد باشه یعنی تکلیفی تکلیف از یاد تا حد البته به او مش نمیکنه ولی اینو تو اگر, مورد باشه باز او به نام کسردردی کلستر یاد میشه که هم تداوی خاص خدا داره خب دکتر صاحب فکر می که از علت سردردی شدید بعضی از دوستای ما چون شدیدن سردرد میشن چشمشون درد میکنه پس شاید دوست ما حتما چشمشون درد میکردن احساس کردن که مجایش هم یمو درد میکنه خب به هر صورت گفتن دوست بعدیم گفتن به خاطر سردردی نیم سری کنیم دکتر صاحب بزرگوار آها خوب نیمسری در قدم اول یا تشخیص کرده باشن که سردردیشون از نوع سردردی است خوب, خوب هست ولی ما بازم هم با دوستان یک اندازه معلومات میتم تا تشخیصشان روشنتر شود سردردی میگرین یک سردردی مزمن به این معنی یک سردردی است که نه واقعی نمیشه از قبیل پیششون موجود میباشه یک سردردی مزمن و متکرر هست که با صورت وقفه یا با صورت دوره‌ای واقع میشه و زمانی که واقع شد از ممکن است از 4 ساعت تا 72 ساعت طول بکشه و بر علاوه ای که سردردی مناز شخص پیدا میشه در امو اسنا بعض مشکلات دیگر که از قبیل ترس از نور یا فوتوفوبیا یا عدم تحمل در مقابل نور عدم متحمل در مقابل بعضی بوها عدم تحمل در مقابل بعض اسوات پیدا میکنن و همچنان استفراغ و دلبدی برشان پیدا می و بعض پیش بعض افراد که از 15 تا 20 افراد پیش ازی اینکه سردردیشان پیدا شوه پیششان بعض علائم هشدار دهنده رخ میده که علائم هشدار دهنده را ما به او اورا یاد میکنیم که پنج بخش تقسیم شوه که مثلا او راه است که مربوط به چشم می باشه که پیش از که سردردشان شروع شوه در میدان در, رویت اینا در ساحی دید اینا یک سری مشکلات پیدا میشه مثلا میشه که پیش چشمانشان جرقه های روشن تبارست کنه میشه که قسمت میدان دیدشان سیاه رنگ شوه همچون مشکلات پیششان تبارز میکنه بعض مشکلات مریض های دیگه هستن که در تکلمشان مشکلات پیدا میشه بعض مریض ها هستن که یک احساس کرختی و مرمور و یا سوزنک زدن در یک طرف از وزویت خود در قسمت از خود به حساب حس میکنن پیش بعضی افرادشان ای است که یک طرفشان کرختی پیدا میکنه از فعالیت مکمل باز می که البته این خیلی نادر است و به تعقیب او سردردی شدید پیدا میشن و پیش بعضی افراد پیش از که سردرد شوند یک سری از تغییرات خلقی مثلا احساس احساس غمگینی یا بعض بعضی افراد ممکن است که احساس خوشحالی داشته باشند و به تعقیب از سردردی پیدا کنند اگر اینها شنی سردردی دارند خب پس سردردیشان به نام سردردی که گفتند سردردی میگرین یا هست و زمانی که اینو تشخیص شد سردرد تداوی از اینو دو مرحله داره تداوی اول این است که البته یک موضوع پیش ازی که تداوی به تداوی ازی بپردازیم یک مورد خیلی ها مهمی است که یک سری یک سری از فاکتورها است که باعث میشه که نمی سردردی تحریک شود. این فاکتورها مثلا فاکتورهای روانی است استرس استراب افسردگی تشویش ها اینا کلش فاکتورها است که باعث میشه که نیم سری ما شما تور بخوره برای علاوه از این فاکتورها بعضی غذاها هست مثلا پنیر است که یا یک ماده داره به نام تیرامین اینی تیرامین از این کاری که میکنه ایست که تحریک میسازه این می سردردی از بعض مواد دیگر هست مثلا گلوتامیت و سودیم که دمی حداک و بعض گوشت و حساب مواد کنسروایی استفاده میشه و همچنان در بعضا در کافین که مثلا در چای سیای خیلی تیره و برخی موارد دیگه به حساب یا اغمری زخم میکنه و به تعقیب از اون سرددی پیدا میشه اینا کوشش کنند که اول اینمی فاکتور اگر مشخص بکنن که می چی چیز باعث سردردیشان شان میشه اگر استرس است اگر مواد غذایی است یا هیجانات است کوشش کنند که از اینا دوری کنند و بعد از اینکه اگر باز هم پیششان سردردی ایجاد شد تداوی از دو مرحله داره یکی تداوی هست که همون زمانی که حمله واقعی شد یعنی سرددی که در لحظه زبرشان ایجاد شد اون وقت باید بعض دواها را استفاده کنه و اون دواها را متخصین محترم نظر به سن سال مریض و نظر به وضعیت عمومی مریض او انتخاب میشه بسه. و بعدا به تداوی تقیبی هست که او را ادامه میتن خب دکتر صاحب تماس تماس ما از بله سلام علیکم بله سلام علیکم. سلام, سلام برادر خوب هستین وقتتون بخیر بفرمایید زنده باشین ببخشید نه اول یک سلام برای دکتر صاحب تشکر دیگه امی یعنی در امازون ما میول امی فیسبوک اکانت داشتم امی برنامه شما را تصادف متوجه شدم گفتم باید زنگ بزنم خوب شد که جو خام کرد این میازه می شروعی رمزان تا این روزانه که این روزه میگیرم. بله. یک تردردی بسیار شدید برم پیدا شده نمیفهم چی رقم این تاثیر چی هست؟ چرا خب برادر شما قبلا نام سردرد میشدین؟ نه 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 روزمره چون یک موضوع بود که روزمره ما حتی در بازار میگردم مشکل نیست این در که نو کمتر هم میگردم بسیار سردرد شدید میشد خصوصا از این پیشانی و می پشت گردن آها برادر یعنی سرددی هست که براتون در جریان رمضان پیدا شده قبل از هیچ وقت سردرد نمیشدین روز اول رمضان بله بسیار کم بود و سفت و تو تا این روزه دیگه بسیار شدید شده میال به مو خاطر یک کم تغییر داره که بسیار اوقات متعلق کرده ای. آها, آها. و, آها و گفتن در قسمت برالوی که سردرد میشین قسمت های تخت به حساب قسمت گردن تانی قسمت تان هم درد میگیره؟ آه, آه این می شا پشت من هم فامینال نامه همو داکتریش چیه؟ این میزای پشت شانه و اینمی جا خوصاً سر سینه این را بسیار شدید درد میگیره کسی درست از برادر در لابالای جواب میدیم برادران تشکر خوب. بردار از رفتن خوش اینا گفتن که در شروع رمضان به حساب این سرددی برشان پیدا شده و با یک بعد بر از یا اشاره کردن که سردردیشان به قسمت به پشت سر گردنشان یا قسمت های شانه شان اینا هم حساب سردرد حساب درد ایجاد کنه زمانی که در پهلوی سردردی اگر احساس شخی احساس شخی یا احساس که بعضی مریض ها میگن که می رگ های گردنشان یک دوچار یک تقبض یا دوچار یک گرفتگی میشن دل. همچنان در قسمت پشت سر گردن ما شما در قسمت گردن ما شما و یا تخته های شانه ما شما در اینجا همچنان درد موجود باشه این زیاتر به یک نوع سردردی که مثلا دوایل هم ذکر کردم به نام تنشن تایپیدیک دونو بیشتر میمونه دیگه اینا قابل نگرانی نه نیست دوا را به حساب منظم میشه که اگر مراجعه کرده بتونن هم خوب غیر از او اگر هم تاثیرات روزه طبعا تاثیرات داره متنشان و بعض مشکلات دیگه اگر دارن که طبعا حتما پیش نزی از مریضا بعض مشکلات روحی و اینا هم موجود هست اونا را من شاءالله برطرف کنن ان که سردردشون دردشون با امید از که تمام دوستای ما که سردرد میشن یا هم دچار سردردی هستن اونا هر چیز دوتر شفا پیدا بکنن خب به هر صورت دوست بعدی هم گفتن سلام خدمت شما و جناب دکتر صاحب محترم همیشه در استرالیا هستم گفته و هر گپ و سخن روزمره به فکرم خطور میکند. همین باعث میشه باید که در شب بسیار به مشکل استراحت کنم و همیشه در حالت خواب مغزم در فعالیت است میشه علتش را لطف نمایید بیان کنید رمضان خوب و خوش برایتون تشکر برای شما همچنان خوب ای برادر ما شما بیشتر از یک تشوش خواب شکایت کردن و برای از ازی گفتن که مثلا در و روز اتفاقات که رخ داده اونا در میکنه و اینا بیشتر یک تکلیف به حساب زیادترم تکلیف عامترین مرض روحی که ما شما به نام دپریشن داریم در اونمو زیاتر پیششان ممکن است که موجود باشه که البته مریض دوست ما شما حتما در برالوی این مشکلات گفتن یا حتما مشکلات دیگر هم داره دیگه اینا هم دوای ضد افسردگی را اخذ کنن با گرفتن دوای افسردگی و البته بعضا مشمیتوت های روان درمانی هست اونا هم متخصصین رشته روان روانپزشکی رو 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 بگویم یا متخصصین روانی برشان توصیه میکنن با کمک اونا انشالله که رهایی پیدا میکنن آها، تشکر تاجک تاجیکزای هم گفتن سلام سلام به شما هم و دوست هم گفتن سلام سلام به شما همچنان و همچنان هم گل محمد طاهری هم گفتن السلام علیکم با امید که لباس عافیت برتن داشته باشید علت این که بعضی ها در اکثر وقت سردرد میباشن علت حتی گفتن بارها بارها به دکتر مراجعه کردن ولی هیچ فایده ای نکرده تشکر سلام مارم پذیرا باشه دکتر صاحب. خوب زمانی که اینا مثلا موارد میشه که بارها بارها شخص مراجعه میکنن به نزد دکتر صایبا و با هم سرددیشان خوب نمیشه اینا دو مورد است یا اینکه اینا مثلا مشکل خود به نحو درست ابراز نکردن یا این مورد است یا یعنی دقیق نداده و باعث شده که دکتر سای محترم هم به حساب مس دیاگنوز بکنه و موس که دوای درست انتخاب نکردن و زردیشون خوب نشده یا ای که اینا در دا تشخیص دکتر سای مشکل وجود داره بس اینا هم ممکن خوب هست تا نظر جایی که مثلا نسبتا خوبتر باشه مراجعه کنن مقصد میست که جایی که مثلا حداقل زمینه امکان ماینات داشته باشه اونجا مراجعه کنن به این شکل انشاءالله که خوب نخواد شده آها بسیار خوب و همچنان دوست بعدیم هم گفتن سردردی که از گردن شروع میشه و به جمجمه انتقال میکند و تقریبا دو تا سه ساعت دوام میکند البته دو, دو تا سه ساعت روز در هفته اتفاق میفتد و با ماساژ گردن رفع میشود چه باعث میشود شما را از لندن زحمت دادیم تشکر زنده باشین و میشه دکتر سبیلت از ایران بله خوب سردردی که در گردن خیلی مشخص به حساب باشد در این مورد اگر بپردازیم یک مرض داره ما به نام که دو یا مثلا هم. نجیت میگن مردم ما شما که اونو زمانه که مثلا همزمان سرددی موجود باشه و همزمان شخی گردن پیدا شود البته دوست ما مشکل دوست ما این مورد نیست ولی شما وصول گردن یا شد دوست تر یعنی دو گفتن زمان که سردرد بله سر سوال دوست ما میاییم زمانه که مثلا سردادی در پولی شخی گردن و تا استفراغات باشه خویی مشخص است البته تب داشته باشه و با صورت آنی واقع و بعضا امکان میره و زمانه که اگر دی تب موجود نباشه استفراغات موجود نباشه و سردر موجود باشه در پلی درد گردن و هرگاه می درد گردن با حرکاتی که مثلا مریض اگر سر خود به طرف چپ و راست به این شکل اگر تدور یا ای که رو به قدام و خلف به انجام بوتن تو یک فعالیت و سردردی برشان پیدا شوه این بیشتر به مشکلات رقبی گردن که آرتروز سرویکال آرتروز میگن برش و به او میمونه و هرگاه اگر با فعالیت های به می حرکاتی که من انجام دادم موجود نباشه و تنام یک شخی گردن در قسمت در قسمت گردن و شانه و اینا موجود باشه و برای سردردی اینا باز هم یکی از مشخص های سردردی تنشن تایپ دی که اینا بیشتر به او نمیمونه بیشتر به او میمونه و او باز تنشن تایپ ده که قابل نگرانی نیست و تداوی میشن آه. تشکر دکتر سای فکر میکنم کدوم خواهر مم البته سوال داشتن اما صدای همکارای من رو درست نشنیدم اگر میشن سوال تکرار کنند دوباره که ما از دکتر سای بپرسم اگر نمیشن که ما چون وقت ما کم است با عنوان جنبندی صحبت های ما صحبت های ما رو جنبندی کنیم خب ما صدای همکارای ما رو ندارم به هر صورت هم تشکر میکنیم از خواهر ما که سوال پرسید در بازم مزرد میخواییم از اونایی که البته ای که ما نتونستم صدای همکارای ما رو جواب سوال شما رو از دکتر صاحب بپرسیم خب دکتر سر بانوان جنبندی هم یک راه حل و همچنان راه درمانش بر دوستای ما بگین که چگونه میتونیم از این خلاصه تمام سردری هایی که مد چهار بشیم خصوص این سردری هایی که بیشتر افراد در ماه مبارک رمضان یا در طول روز البته دو چهارش میشن بتونن البته از این راهی پیدا کنن خوب سرددی ها را اگر شروع کنیم از عامترین دلیل سرددی که مود تنشن تایپ هده که سردردی هست سرددی نوی هم هم تداوی خاص خود داره و خوب هستند که اونا هم منش... که بیشتر منشد موضوعات روحی و روانی دو دخیل است امو... موضوعات روحی روانی از او مشکلات روحی روانی که به دو ها دوچار میشه اونو حل شوه و دپالی از او اگر نمو قسمه که گفتم هرگاه دوستای ما در خودشان یا یکی از از اعضای فامیلشان <متحد> سردردی را تجربه میکنه که اولین بار به با او شدت سردردی را تجربه میکنه که قبلا هیچگاه تجربه نکرده باشه این بهترین حال، کاری که اینا انجام میدن است که زود به زودترین فرصت دوره با یکی از مراکز صحی انتقال بتن و همچنان البته این مورد میدونه که خیلی ها خطرناک باشه و هرگاه سردردی که مثلا بر و سرددی که اگر ایجاد میشه بر با یک کرختی یک عضو بدنشان یا به یک فلجیت یک عضو بدنشان همراه باشه او هم باید به زودترین فرصت به مراکز سیهی بره سرددی که تب و استفراغات اینا همراه هم همراهشان باشه او هم میتونه سر به مراکز سیهی مراجعه کنه و هرگاه سرددی دارن که در دا چندین ماه آخر یا در مدت او مدت های آخر از یه حداقل یا یک سال اینا برالاوی که سرداد هستن وزنشان کم شدن برالاو احساس کسالت دارن از ازی احساس درد در عزلات شان دارن اینا هم باید مراجعه کنن باید سردادی در دست کم نگیرن و همچون موارد هستن که برای اینا کمک میکنن و تشکر دکتر سیف زنده باشی نزدیک که تشریف آوردین و صحبت خیلی خوب با شما داشتیم تشکر از شما هم سلامت خب تشکر بکرم از تمام شما مخاطب بین عزیزم هم که کامنت های خیلی سپایتون رو بر ما ارسال کردیم با مذرد از کسایی که پایم هایشون ها امروز نتانستیم به برامت داشته باشیم بخوانیم و سوالاتشون رو مطرح کنیم از دکتر سیف بازم مذرد میخوایم از شما بلد از که وقت ما کم بود نتانستیم تمام پایم رو بخوانیم بازم جهان سپاس از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید تا دیدار بعد خداوند دیار نگهدار همه شما